کابل در دو روز پی در پی گواهی عملات را سبکنانه، اما این بار کارمندان دادگاه عالی هدف قرار گرفتند. یک انتحار کننده اولی ساعت 4:20 دقیقه عصر موتر مملو از مواد انفجاری خود را در برابر دروازه شرقی دادگاه عالی انفجار داد که از اثر آن دست کم 14 تن کشته و دست کم 40 تن دیگر زخمی شدند. این عمل زمانی رخ داده است که کارمندان دادگاه عالی می‌خواستند به سوی خانه‌هایشان بروند. دشمنای مردم افغانستان مرتکب یک جنایت دیگه شدند که افراد ملکی را مورد حمله قرار دادند. در نتیجه حمله با یک موتربم بالای موتر مامورین استر محکمه در سایه مگرویان سیوم، اینا تعداد زیادی هموطنان ما را به شهادت رساندند که تا فعلا ارقام تلفات 14 شهید و 38 زخمی است. این حمله در میان بلاک‌های رهایشی و در نزدیکی سفارت آمریکا در کابل رخ داده است. این هم یک راننده دادگاه عالی است که از نایه سر به گونه سطحی زخم داشته است. در موترش شدن بوده، یک دفعون موتر من رو نبدن موتر بعدی ما یک دم موتر ما مرم جار کرد موتر بعدی ما انفجار رخ داد. تعداد زیاده از امی وطنهای ما امی مامورین بود در موترها هم اینجا آمادگی می داشتن، اینجا کلشان در موتر میشتن باز می رفتن به طرف خانه خود. در نمی وقت بود که نمی حادثه رخ داد، تعداد زیاد از مردم بیچاره بیگانه شهید شدند. پس از سفر رئیس جمهور کرزی به قطر و تلاش او برای انجام گفتگوهای صلح با طالبان، این دومین حمله را افغانانه تنها در شهر کابل است. اما این حمله بر کارمندان دادگاه عالی ساعت پس از آن صورت گرفت که قطر آمادگیش را برای فراهم ساختن گفتگوهای مستقیم میان طالبان و حکومت افغانستان اعلام کرد. در جریان دو روز گذشته این دومین حمله را افغانی است که در کابل صورت میگیرد. پیش از این نیز طالبان هشدار داده بودند که در سال روان قضات کشور را آماج عملات انتحاری و عرص افغانی قرار خواهند داد. این حمله انتحاری دقیقا در منطقه صورت گرفته است که برخی از بلاک های مکران نیز موقعیت دارد و بیشتر قربانیان این رویداد را افراد ملکی تشکیل می دهد. این حمله انتحاری دقیقا زمان صورت می گیرد که چندین ساعت پیش از این فرستاده ویژه سازمان ملل متحد برای افغانستان از افزایش تلفات ملکی در کشور ابراز نگرانی کرده بود. بشیر قاسمی، تلویزیون 1، کابل.